شما در خیابانه تهران نگاه بکنید تو همین سالهایی که ممنوع بوده خودرو، ببین خودروی 2300 هزار دلاری 500 هزار دلاری تو تهران وجود داره. اینا کجا اومده؟ مگه واردات خودرو ممنوع نبوده؟ این جمله رو من بگم که خیلی مهمه، هیچ کدوم از رسانه‌ای نگفتن، من گله دارم. خب من چندین جلسه رفتم در مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نماینده مجلس، رفتم اونجا بحث کردم، بعد اومدم بیرون همه خبرنگارا از من پرسیدن که آقا بحث واردات خودرو چی شد. من گفتم این کلید واژه رو بزنید، هیچ کدومشون نزدن. الان میگم شما اینو تیتر بکنید، همه کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تو اون کمیته اقتصادیش که آقای سعیدی کیا مسئولش عهده داشت، همه آدم ها، یعنی تولید کنندگان خودرو، سایپا، نمیدونم ایران خودرو، وزارت صمت، دانشگاه ها، مجلس، همه قطع سازا، همه با واردات خودرو موافق بودن. یک نفر مخالف بود. کی مخالف بود؟ نماینده وارد کنندگان خودرو مخالف واردات خودرو. آقا اینا با تیتر بشه؟ نماینده وارد کنندگان خودرو مخالف واردات خودرو بود. بگردید پیدا کنید پرتقال فروش رو. او با دست ما رو ببوسه بگه من کارم واردات دیگه. دست ما رو باز گذاشتی. او مخالف بود. فکر می‌کنید چرا مخالف؟ اینی که نمیگن، ولی من میدونم چرا. برای اینکه اون نمیاد بره 100 هزار تا خودرو 15 هزار دلاری بیاره، اون میره 2 هزار تا خودرو 500 هزار تایی میاره، بنزین همین سود میکنه. مگه مرض داره بره 105 هزار تا خودرو بیاره؟ انقدر این تیم قوین، انقدر پشت این داستان رانته، انقدر این مافیا قوی هستن که همون یک نفر رأی همه رو عوض کرد و نذاشتن واردات خودرو صورت بگیره.